بحلب مدينتي. سلميات اسلموا مسيحيات. لسه عم صور. هذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي. ما حدا منا كان عنده أي فكرة كيف رح تتغير حياتنا للأبد. اسم فیلم هست برای سما. فیلم راجب زندگی خانواده منه و در دوره 5 ساله انقلاب در حلب میگذره. اولین مخاطب فیلم دخترم سماست که در طی فیلم برداری در بیمارستان همسرم در حلب به دنیا اومد و دوم همه مردم دنیا تا ناظر باشند ما تحت چه شرایط سخت زندگی میکردیم. سما 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 عملت هالفيلم مشانك. بدي اياك تفهمي شو اللي كنا عم نقاتل مشانه. من هم مثل خیلی از فعالان سیاسی اجتماعی سوریه که معتقد بودن تظاهرات به تنهایی راه چاره نیست، تصمیم گرفتم وقایع دوران رو ثبت کنم. به هداک الوقت کل شی بالمدینه کان کتیر حلو. کم کم دوربین در زندگیم حضور دائمی پیدا کرد و عضو جدایی ناپذیر من و خانواده و اطرافیانم شد. جوری که وقتی دوربین همراه هم نبود، مردم میپرسیدن وعد مگه طوری شده؟ اینجوری جا افتاده بود که وعد همیشه با دوربینشه و اگه نباشه، حتما یه جای کار ایراد داره. حمزه، من حامل. هیچ وقت تصور نمی کردم که قراره یه روز همه اینا یه فیلم بشه. سما انا بعرف انك عم تفهمي شو عم بصير. بقدر شوف هالشي بعيونك. كنت عم حاول بس اني تلاشم این بود که اتفاقات و قصه های دور و برم رو ثبت کنم، چون حتی تصور نمی کردم که از اون شرایط جون سالم به در ببرم. هذا الشيء اللي عم يحرق قلبي. انا ما بدي اموت. ما بدي موت، بدي أعيش، بدي أجيب الولد، بدي يكبر، بدي حمزة يكون معي، بدي كل شيء. ما بدي موت، بدي أعيش. 2017 سال 2017 به شکل معجزه آسایی از سوریه خارج شدم و فکر کردم که حالا باید این تصویرها رو تبدیل به فیلمی کنم که مردم ببینن و درک کنند که ما تو چه شرایطی زندگی می‌کردیم. ایده فیلم کم کم شکل گرفت. با ادوارد کارگردان دوم فیلم آشنا شدم و با هم شروع به کار کردیم. وعد به من تصاویر رو نشون داد و توضیح داد که شرایط چی بوده و مردم حلب چه اتفاقی رو از سر گذروندن. بعد پروسه خلق داستان یا پیکر تراشی فیلم شروع شد. هر دوی ما می‌خواستیم که فیلم به بهترین شکل ممکن در بیاد. وعد می‌خواست که به واقعیت اتفاقات حلب وفادار باشه. و برای من هم مهم بود که فیلم طوری باشه که مردم لندن و پاریس هم بتونن از لحاظ عاطفی و حسی باهاش ارتباط برقرار کنن. خلال عملنا بالفیلم كان كثير واضح. موقع بازبینی راشها متوجه شدیم که یک حس مشترک در همشون هست. حس عمیق زنانه و مادرانه. متوجه شدیم که در خیلی از ویدیوها من دارم با سما حرف میزنم. تشوفي خلال الماتيريال بيني وبين سما. سما. الامور صارت كثير سيئه هلا وهي اللحظات والعلاقات. برای من روشن بود که در بسیاری از لحظات روابط دوستانه مایه قدرت، قوت، ایستادگی و بقای ما شده بود و برای همین تمرکز رو گذاشتیم روی روابط آدم‌ها و اتفاقات کوچک زندگی. لهيك نحن عايشين هون هلا. ما هاي غرفتنا. هدول اللوحات مخبين وراهم الدشم يلي بيحمونا من القصف. وقتی راشهاشو نگاه کردم به نظرم اومد که چقدر خوب تونسته در همه تصاویر مسائل انسانی پنهان در لحظه ها رو ثبت کنه.
در ساخت فیلم هم تلاشمون همین بود، اینکه حقیقت رو با یک روایت خوب و بیان سینمایی بازگو کنیم که مردم جذبش بشن و بخوان کل ماجرا رو دنبال کنن. عم نعمل جهدنا لنحس كأنه بيتنا. في إسعاف، لازم انزل لتحت. الكاميرا بالنسبه لي كانت دوربین تنها چیزی بود که باعث میشد من بتونم سختی های هر روز اون دوران رو تاب بیارم و فکر میکنم که زنده ام و اینجا هستم تا واقعیت اتفاقی رو که در حلب افتاد بازگو کنم. سما رح تسامحيني؟